عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز این فرادرس. با آموزش آیین دادرسی مدنی 2 در خدمتتون هستم و در فصل 1 ما به اقامه دعوا پرداختیم. در ابتدا میخوایم با دادخواست و شرایط دادخواست آشنا بشیم. شروع رسیدگی در دادگاه ها با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاهی هستش که این دادگاه دارای صلاحیت هست. هر کدوم از اصحاب دعوا اگر به عنوان قیم، متولی، وصی یا مدیر یک شرکت میخوان در دادخواست اسمشون بیاد و به عنوان خواهان یا خوانده حضور داشته باشن، باید این عنوانشون رو، اینکه قیم هستن یا متولی یا وصی و تمام موارد رو در دادخواست تصریح بکنن. نکته بعدی هم این استش که باید حتما در دادخواست خواسته و بهای خواسته ما تعیین بشه، مگر اینکه خواسته ما مالی نباشه. پس اگر خواسته مالی نباشه در دادخواست نیاز به تعیین خواسته و بهای خواسته نداریم. دادخواست یک سری شرایط داره که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده. مثلا ذکر شده که دادخواست باید به زبان فارسی یا روی برگه‌های چاپی مخصوصی باشه. مواردی که در ادامه خدمتتون ذکر می‌کنم هم مواردی هستش که بر طبق ماده 51 و 52 قانون آیین دادرسی مدنی باید حتما در دادخواست ذکر شده باشه. این موارد شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خواهان، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل فردی که ما تحت عنوان خوانده می‌خوایم در دادخواست ذکر بکنیم هستش. همچنین بهای خواسته و خود خواستمون باید حتما به صراحت ذکر بشه، مگر اینکه همونطور که خدمتتون ذکر کردم خواسته ما مالی نباشه یا اصلا مالی باشه ولی تعیین بها ممکن نباشه. و همچنین موارد دیگه هم در این ماده ذکر شده، مثلا ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود داره و همچنین درخواستی که خواهان از دادگاه داره، این موارد هم باید ذکر بشه. در یک سری موارد وقتی فرد دادخواست خودش رو تقدیم میکنه، اخطار رفع نقص داده میشه نسبت به دادخواست. دادخواست در این موارد توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشه ولی به جریان نمیفته و برای اینکه به جریان بیفته باید یه سری موارد اصلاح بشه. این موارد در چند صورت ممکن اتفاق بیفته. اول، در صورتی که به دادخواست و پیوستاش تمر التحاق نشده باشه، یعنی هزینه دادخواست داده نشده باشه. مورد دوم هم وقتی هستش که بندهای 2, 3, 4, 5 و 6 ماده 51 رعایت نشده باشه. شما اگر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رو دقت بفرمایید، 7 تا بند داره، اما در خصوص بند 1 و بند 7 توی این ماده صحبت نشده و از موارد اختیار رفع نقص دادخواست نیستن و فقط بندهای 2, 3, 4, 5, 6 مشمول این مورد هستن. حالا این بندهایی که ما گفتیم، بند 2, 3, 4, 5, 6 چه مواردی هستن؟ نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، بهای خواسته، تعهدات و جهاتی که به موجب اون خواهان خودشو مستحق مطالبه میدونه، درخواستی که شخص خواهان از دادگاه داره و ادله و وسایلی که باید ارائه بکنه، اینها به ترتیب بند 2, 3, 4 و 5 و 6 هستن که باید حتماً وجود داشته باشن. اگر که این موارد ذکر نشده باشه، اخطار رفع نقص دادخواست به شخص داده میشه. یک مورد دیگه هم ما داریم، یک فرض دیگه، در مواردی که به صورت غیر فوری دادخواست رد میشه. این مورد با مورد قبل متفاوت. حالا این در چه فرضی هستش؟ همونطور که گفتیم ما، خب وقتی که یک اخطاری داده میشه که نقص رو رعایت بکنن، اگر مدیر دفتر دادگاه ظرف 2 روز نقایص رو بیاد به صورت مفصل توضیح بده و 10 روز وقت بده به شخص خواهان که بیاد و نقایص رو رفع بکنه، اگر این کار رو نکنه، یعنی این نقدهایی که الان ما بهش پرداختیم رو در ظرف 10 روز شخص خواهان نیاد و تغییر نده، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و یا حالا اگر مدیر دفتر حاضر نباشه جانشینش صادر میکنه رد میشه. پس ابتدا اخطار داده میشه، اگر طی 10 روز اخطار بهش ترتیب اثر داده نشه، به صورت غیر فوری، یعنی بعد از این 10 روز، دادخواست ما رد میشه. این رد دادخواست
به شخص خواهان ابلاغ میشه و خواهان میتونه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ بیاد و توی همون دادگاه از این قرار رد دادخواست شکایت بکنه و رأیی که دادگاه در این مورد میده هم رأی قطعی هستش. یک فرض دیگه هم ما داریم وقتی که هزینه انتشار آگهی پرداخت نشده. در برخی از موارد برای اینکه دادخواست به جریان بیفته که حالا ما بیشتر بهش خواهیم پرداخت، باید یک انتشار آگهی صورت بگیره. تو مواردی که باید انتشار آگهی صورت بگیره، باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه این هزینه انتشار آگهی به دادگاه داده بشه. اگر داده نشه، دادخواست به وسیله دفتر رد میشه. این قرار هم ظرف 10 روز قابل شکایت هستش. البته یک استثنا هم داره. مواردی که خواهان درخواست ایثار از هزینه دادرسی داده باشه، در این مورد این 10 روزی که ما گفتیم تهش میتونه فرد شکایت بکنه، مبدأش از تاریخ ابلاغ دادنامه رد ایثار هستش، نه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر. البته استثنا وجود داره، اون هم این که این 10 روز که از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست هستش، توی مواردی که شخص خواهان دادخواست ایثار داده دیگه مبدأ تاریخ ابلاغ نیستش. این 10 روز مبدأش از تاریخ ابلاغ دادنامه رد ایثار خواهد بود. یک مورد دیگه هم که در اون رد فوری دادخواست صورت میگیره، موردی هستش که توی دادخواست خواهان یا محل اقامت خواهان معلوم نباشه. در این مورد در ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست، یعنی که حالا در ظرف 2 روز از تاریخی که دادخواست به دفتر دادگاه داده شده، رد میشه این دادخواست و این رد دادخواست هم مجدداً توسط مدیر دفتر دادگاه صورت میگیره. در دادخواست خواهان اگر اسم پدرش، سنش و شغلش رو ذکر نکنه، این موارد ضمانت اجرایی نداره تو قانون و از موجبات نقص نیست. اما اگر مشخصات شخص وکیل خواهان توی دادخواست ناقص باشه، ضمانت اجرای ماده 54 شامل این موضوع میشه. این ضمانت اجرا این هستش که در ظرف 2 روز نقایص رو به صورت کتبی کامل توضیح میدن و 10 روز فرصت میدن که این نقص رو برطرف بکنن. پس نوشتن نام پدر، سن و شغل خواهان نقص نیست، اما اگر وکیل اطلاعاتش ناقص باشه، همونطور که در زیل ذکر شد، طبق ماده 54 عمل میشه. اما در خصوص خوانده، نام پدر خوانده در دادخواست لازم نیست که حتما ذکر بشه، اما درج اقامتگاه خوانده بسیار ضروری و لازم هست. اما اگر مکان شخص خوانده مشخص نباشه، در این صورت باید حتما این مورد توسط خواهان توی دادخواست ذکر بشه و همچنین خواهان درخواست بکنه که اگر دادگاه دستور بده و اجازه بده، دادخواست آگهی بشه و اون هزینه پرداخت آگهی که ما بیشتر بهش پرداختیم هم مربوط به همین مورد هست. اگر خواندگان در یک دعوا متعدد باشن چی؟ در این صورت آیا لازمه اسم همشون ذکر بشه؟ اگر خواندگان متعدد هستند، مثلا اهالی یک روستا هستند، باید در این موارد توی دادخواست عنوان کلی، یعنی مثلا ساکنان روستای علی‌آباد ذکر بشه و همچنین باید چند تا شخص از اشخاص روستا رو به عنوان مثال اسمشون رو شخص خواهان ذکر بکنه. اما اگر محصور معین باشن خواندگان، یعنی مثلا اهالی روستا نباشن، یک جمع کوچیکتر و محصور و مشخص باشن، مثلا دانش آموزان این درس در این دانشگاه، باید در این صورت مشخصات و اقامتگاه تک تک خواندگان حتما در دادخواست ذکر بشه. خب سراغ تست ها میریم. مقام ارجاع کننده، مرجعی که دادخواست در دفتر آن ثبت شده است، در کدام صورت میتواند از ارجاع خودداری کند؟ مرجعی که دادخواست تو دفترش ثبت شده در هیچ صورتی نمیتونه از ارجاع دادخواست به دادگاه خودداری بکنه و مواردی که ذکر شد قرارهایی هستن که با جلوگیری و خودداری از ارجاع فرق داره. عدم رعایت کدام گزینه در تنظیم دادخواست فاقد ضمانت اجرا در قانون آیین دادرسی مدنی است. همونطور که ذکر شد بند 2 3 4 5 و 6 دارای ضمانت اجرا بودن. بند 7 ماده 51 که امضای دادخواست هستش در قانون ضمانت اجرایی براش ذکر نشده.
سوال بعدی، چنانچه شخصی که حق ادعایی متعلق به او صغیر باشد، در قسمت خواهان دادخواست باید نام جای خالی و در ستون نماینده باید نام جای خالی ذکر بشه. خب، شخص خواهان همون شخص صغیر هستش. درسته خودش نمیتونه دعوای طرح بکنه، اما همون شخص صغیر هست. پس در قسمت خواهان صغیر و در ستون نماینده باید عنوان ولی یا قیم حتما ذکر بشه. در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمر الساق نشده باشد، ما گفتیم که اگر تمر الساق نشده باشه از مواردی هستش که اخطار رفع نقص داده میشه توسط مدیر دفتر و شخص باید بیاد و این نقص رو برطرف بکنه. پس گزینه ب گزینه صحیح ماست. سوال بعدی، برای کدام یک از شرایط قانونی دادخواست ضمانت اجرای صریح پیش بینی نشده؟ تنظیم در برگ مخصوص چاپی، تنظیم به زبان فارسی، شغل خان. خب، تنظیم در برگ مخصوص چاپی، تنظیم به زبان فارسی، امضای دادخواست، شغل خوانده، تعهدات، شغل خوانده، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست داره. گزینه جیم و دال، اونچه که خواهان درخواست داره و تعهد و جهاتی که خودش رو مستحق میدونه، اینا از بندهای ماده 51 هستن و دارای ضمانت اجرا هستن. پس ما این دو گزینه رو رد میکنیم. در خصوص اینکه کدوم یکی از موارد اصلا دارای ضمانت اجرا نیستن، تنظیم در برگ مخصوص چاپی و تنظیم به زبان فارسی مواردی هستش که در صدر ماده 51 ذکر شده و ضمانت اجرایی نداره و همچنین بند 7 ماده 51 امضای دادخواست هست. پس گزینه ب درسته. اما به این معنا نیست که اگر دادخواست به زبان فارسی تنظیم نشده بود صحیح و ضمانت اجرا نداره، بلکه بسیاری از اساتید میگن در این مورد اصلا دادخواست به جریان نمیفته، پذیرفته نمیشه. پس برای همین قانون در خصوصش ضمانت اجرایی ذکر نکرد. سوال بعدی، به لحاظ معلوم نبودن خواهان با اقامتگاه او، قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه صادر میشه. این قرار در چه مرجعی قابل اعتراضه؟ قراری که به علت معلوم نبودن خواهان یا اقامتگاهش هستش، در هیچ دادگاهی قابل اعتراض نیست و یک قرار قطعی و نهایی هستش. هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، کدام اقدام صورت میگیرد؟ دفتر دادگاه اختاریه به دیوار التصاق میکنه که ظرف 10 روز نقص برطرف بشه، ظرف 2 روز به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه رد میشه، ظرف 2 روز به موجب قرار دادگاه رد میشه و گزینه دال هم دوباره گفته که ظرف 10 روز باید نقص برطرف بشه. میدونیم که اگر دادخواست درش خواهان یا اقامتگاهش مشخص نباشه، دیگه فرصت برای رفع نقص نمیدن. پس گزینه الف و گزینه دال غلط هستش. و گزینه صحیح ما گزینه ب هستش. ظرف 2 روز اما توسط قرار مدیر دفتر دادگاه، نه خود قرار دادگاه، رد میشه. در خصوص جلسه رسیدگی، وقتی که حالا طبق چیزی که در درس قبلی ما آموختیم دادخواست نقصاش برطرف بشه و کامل باشه و موجبات رسیدگی مقدماتی آماده باشه، بر طبق ماده 66 قانون آیین عدالت مدنی جلسه رسیدگی تعیین وقت میشه و آغاز میشه. رعایت فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه خیلی مهمه. یعنی وقتی که دادگاه ابلاغ میکنه برای اینکه جلسه در فلان روز میخواد مشخص بشه، نباید کمتر از 5 روز از فاصله بین ابلاغ وقت و زمان جلسه احتمالی آینده باشه. البته این 5 روز در مواردی که یکی از طرفین در خارج از کشور زندگی میکنه تبدیل به 2 ماه میشه و کمتر از 2 ماه ممنوعه تعیین وقت جلسه از زمان ابلاغ تا روز دادرسی. یکی از نکات مهم در جلسه دادرسی رعایت نظم جلسه است. اگر کسی نظم جلسه دادرسی رو برهم بزنه و موجب اختلال در جلسه بشه، دادگاه میتونه تا 24 ساعت حکم حبس این فرد رو بده، اما اگر این فرد یکی از اصحاب دعوا یا وکلای اصحاب دعوا باشه، میتونه این 24 ساعت به 1 تا 5 روز تبدیل بشه. اصحاب دعوا باید در جلسه دادگاه حضور داشته باشن یا لایحه ارسال بکنن. هر کدوم از اصحاب دعوا میتونن در کنار حضور خود وکیل به دادگاه معرفی بکنن. اما در مواردی که شخص دادرس
حضورش خود شخص خواهان یا خوانده رو لازم بدونه، این امر رو توی برگ اختیاری قید میکنه و در این صورت یه وکیل حالا حاضر بشه یا لایحه ارسال بشه کافی نیست. حتما باید شخص خواهان یا خوانده در جلسه حضور پیدا بکنه. وکلای شخص، اشخاص طرفین دعوا، مکلف هستند که در هنگام محاکمه حتما در دادرسی حضور داشته باشن، مگر اینکه عذر موجهی براشون به وجود اومده باشه. عذر موجه هم در صورتی که وکیل وکالت در توکیل داره، یعنی شخص وکیل میتونه خودش وکیل دیگری برای موکل تعیین بکنه، در این صورت عذر موجه و عدم حضور قابل پذیرش نیست، چون در صورت حتی وجود عذر موجه هم شخص وکیل میتونسته وکیل دیگه یا ارسال بکنه. اما این عذر موجه چه مواردی هستن؟ در قانون ذکر شدن، مثلا فوت یکی از بستگان تا درجه اول از طبقه دوم، ابتلا به مرضی که مانع حرکت شخص وکیل شده و حرکت برای این فرد مضر تشخیص داده شده، حوادثی مثل سیل، زلزله یا همچنین وقایعی که خارج از اختیار شخص وکیل هستند، این موارد از عذرهای موجه هستند. در خصوص جریان دادرسی باید بگیم که اگر اصحاب دعوا یا وکیلاشون توی جلسه دادرسی حاضر نباشن، این امر مانع از رسیدگی نیست. در این صورت هم قاضی رسیدگی میکنه و اتخاذ تصمیم میکنه در مسئله. اما اگر به اخذ توضیح از خواهان نیاز باشه و خواهان حاضر نشه در جلسه‌ای که قاضی حالا بهش اختار کرده و تعیین کرده، و همچنین با اخذ توضیح از شخص خوانده هم دادگاه نتونه اطلاعاتی که میخواد رو به دست بیاره، در این صورت اگر دعوت قبلی صورت گرفته شده باشه از شخص خواهان و هیچ کدوم از این افرادی که ما ذکر کردیم حاضر نشن و دادگاه هم نتونه بررسی بکنه و رأی صادر بکنه در خصوص دعوا، دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست میکنه و دیگه رأی صادر نمیکنه. در سه مورد حتما عین اظهارات اصحاب دعوا که در دادگاه ذکر میکنن باید حتما نوشته بشه و این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده. اول، زمانی که یکی از افراد صحبت‌هاش مشتمل بر اقرار باشه. دوم، موردی هستش که یکی از اصحاب دعوا بخواد از اظهارات طرف مقابل استفاده بکنه. و سوم، در موردی که دادگاه لازم بدونه نوشتن و درج عین عبارات رو. اگر شخص خواهان یه سری دلایل فرستاده، مثلا اسناد، مدارک، شهود، اما در جلسه داره میاد خلاف دلایل خودش صحبت میکنه، در این صورت اظهارات مؤخرش مورد پذیرش هستش، مگر اینکه این اظهارات مؤخر به دلیلی از دلایل قانونی قابل پذیرش نباشند، مثل انکار بعد از اقرار که بر طبق قانون قابل پذیرش نیست. یک موضوع مهم دیگه لزوم ارائه اصل اسناد هستش. بر طبق ماده 56 باید شخص خوانده اصل اسنادش رو به همراه کپی این اسناد به دادگاه تقدیم بکنه. تعداد کپی های مورد نیاز به تعداد خواهان ها به اضافه یک نسخه است. مثلا اگر دعوا سه خواهان داره، شخص باید 4 نسخه تقدیم دادگاه بکنه. و اگر مدت کم تعیین شده باشه، یعنی بگن که برای حالا اینکه اسناد خودش رو بیاد تقدیم بکنه مدت کم هست، نیاز مدت اضافه داره، در این صورت دادگاه خارج از نوبت یک وقت جلسه ای تعیین میکنه. اگر یکی از اصحاب دعوا نخواد یا نتونه توی دادگاه حاضر بشه، اگر شخص خواهان هستش باید اصل اسناد خودش رو، و اگر شخص خوانده هستش باید اصل و رونوشت اسناد خودش رو به وکیل یا یک نماینده تقدیم بکنه که این شخص بیاد و به دادگاه بفرسته این اصل یا اصل و کپی رو. اگر این امر رو انجام نده، این کار رو انجام نده این شخص خواهان یا خوانده، در صورتی که سند عادی باشه و این سند عادی مورد تردید و انکار واقع بشه، اگر این مسئله مربوط به خوانده باشه از اعداد دلایل خارج میشه. اگر مربوط به خواهان باشه و هیچ مستند دیگه نداشته باشه خواستش، ابطال میشه در این خصوص خواسته شخص خواهان. پس یعنی ما باید اصل اسناد رو حالا چه در مقام خواهان چه در مقام خوانده به دادگاه تقدیم بکنیم. اگر این عمل انجام نشه و سند عادی باشه سند ما
که در خصوصش انکار یا تردید صورت گرفته، انکار و تردید رو توی درس ادله اثبات شما قطعا مورد مطالعه قرار دادید. انکار و تردید اگر واقع بشه نسبت به سند عادی، از اعداد دلایل خارج میشه این سند و دیگه دادگاه کاری باهاش نداره. و اگر حالا این عدم ارائه سند عادی و انکار و تردید در خصوص خواهان باشه، یعنی یکی از دلایل خواهان اینجوری مورد انکار و تردید باشه و خواهان برای خواستش هیچ دلیل دیگه هم نداشته باشه، در این صورت کلن اون خواسته در خصوصش ابطال صورت میگیره. خواهان دعوا میتونه خواسته خودش رو در تمام مراحل دادرسی کم بکنه، اما افسودن یا تغییر نحوه دعوا یا تغییر نحوه خواسته یا درخواست در صورتی میتونه صورت بگیره که تا پایان اولین جلسه باشه و با دعوای طرح شده این افزودن یا تغییر نحوه مربوط باشه، پس تا پایان اولین جلسه باشه، با دعوای طرح شده مربوط باشه و منشأ واحدی با دعوا داشته باشه. جلسه اول کلن مربوط به دفاع خوانده هست و اگر دفاع طول بکشه و در یک جلسه قابل جمع نباشه، جلسه بعدی رو بهش اختصاص میدن که خوانده از خودش دفاع بکنه و این جلسه بعدی که تشکیل میشه که خوانده دفاعیات خودش رو کامل بکنه، همچنان جلسه اول به شمار میاد و جلسه دوم نخواهد بود. جلسه اول وقتی به پایان میرسه که دفاعیات خوانده به پایان رسیده باشه. همونطور که گفتیم کاهش خواسته در تمامی مراحل قابل بررسی هستش، اما افزودن یا تغییر نحوه اینا خودش شرایط خاص داره. حالا میخواییم به حقوقی که اصحاب دعوا، خواهان و خوانده تا اولین جلسه دارن رسیدگی بکنیم. خواهان دعوا تا اولین جلسه میتونه دادخواستش رو استرداد بکنه، دادخواست رو پس بگیره از دادگاه مطابق ماده 107 قانون، و یا همچنین میتونه به اصالت اسنادی که خوانده ارائه داده مطابق ماده 217 و 219 قانون بیاد و تعرض بکنه، مورد انکار، تردید یا جعل قرارشون بده. خوانده هم میتونه به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی اعتراض بکنه و همچنین مثل خواهان میتونه به اصالت سند خواهان مطابق ماده 217 و 219 بیاد و تردید و انکار بکنه و تعرض وارد بکنه به اصالت سند خواهان. سوالات در خصوص سری یا علنی برگزار شدن جلسه دادرسی در دادگاه عمومی کدام مورد صحیح است؟ دوستان دقت بفرمایید که چند مورد هست که در قوانین ما در خصوص سری یا علنی برگزار شدن جلسه دادرسی تعیین تکلیف شده. یکی از این موارد موردی هستش که دعوا خصوصی باشه و طرفین درخواست بکنن که سری باشه جلسه شون، در این صورت هم سری برگزار خواهد شد. اولین جلسه دادگاه که برای رسیدگی به ماهیت دعوا تشکیل شده است، فقط در کدام صورت اولین جلسه دادرسی است؟ موجبات رسیدگی فراهم باشه و خوانده دفاع بکنه، موجبات رسیدگی فراهم باشه، موجبات رسیدگی فراهم باشه و خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشه حتی اگر دفاع نکنه، موجبات رسیدگی فراهم باشه و خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشه و همچنین دفاع هم بکنه حتما. گزینه قبلی گفته بود که حتی اگر دفاع نکنه، گزینه دال گفته دفاع باید حتما بکنه. همونطور که گفتیم باید موجبات رسیدگی فراهم باشه و فرصت و امکان دفاع خوانده فراهم باشه، اما ممکنه که خوانده اصلا حضور پیدا نکنه، دفاع نکنه از خودش، پس گزینه جیم درسته. پس از تقدیم دادخواست وقت جلسه دادرسی تعیین و همراه با مدارک لازم به اصحاب دعوا ابلاغ قانونی شده. اگر هیچ یک عذر موجه نداشته باشن اولین جلسه کدوم؟ همون جلسه تعیین شده حتی اگر هیچ یک از طرفین حاضر نباشن. خب گفتیم که هیچ یک از طرفین اصلا میتونن حاضر نباشن، پس قطعا گزینه الف گزینه درست ماست. اگر خواهان وکیل داشته باشه دادگاه جای خالی شخص خواهان را به جلسه دادرسی دعوت کنه. ما گفتیم حتی اگر وکیل هم حضور داشته باشه، در هر صورت برای اخذ یک سری توضیحات دادگاه میتونه که خواهان یا خوانده رو احضار بکنه به جلسه دادگاه. در جریان رسیدگی به دعوایی خوانده به دادگاه اعلام میکنه که عازم مسافرت. کدام گزینه صحیحه؟ در صورت احراز ضروری بودن مسافرت دادرسی متوقف میشه. این گزینه قطعا غلطه، به علت مسافرت هیچ شخصی دادرسی متوقف نمیشه. این هم هیچ اثری در ادامه دادرسی نداشته و هیچ مهلتی به وی داده نمیشه.
دادرسی به این علت متوقف نمیشه، ولی دادگاه در صورت احراز ضروری بودن سفر مهلت کافی در تعیین وکیل به وی میده. گزینه جیم گزینه درست ماست و این سوال مربوط به آزمون وکالت سال 1401 هستش. خواهان تا چه زمانی میتونه بهای خواسته رو افزایش بده؟ در تمام مراحل غلطه. تا پایان اولین جلسه باید دادخواست جداگانه تقدیم بکنه با تقدیم لایحه تا پایان اولین جلسه. گزینه درست تا پایان اولین جلسه دادرسی هستش. گفتیم در خصوص افزایش، تغییر نحوه درخواست و یا دادخواست تا پایان اولین جلسه فرصت وجود داره. در مورد لزوم تشکیل جلسه دیگر پس از اولین جلسه دادرسی کدام گزینه درست است؟ باید جهت قانونی وجود داشته باشه و این علت زیر صورت جلسه اول قید بشه. باید جهت قانونی وجود داشته باشه و این علت زیر صورت جلسه بعدی قید بشه. به صلاح دید دادگاهه اما علت باید در صورت جلسه بعدی قید بشه. به صلاح دید دادگاهه اما نیاز نیست قید بشه. گزینه درست گزینه الف هستش. حتما باید جهت قانونی وجود داشته باشه و علت هم زیر صورت جلسه اول، یعنی همون جلسه اول که داره تعیین میشه، زیر صورت جلسه ذکر بکنن که به این علت حتما باید یه جلسه دیگه تشکیل بشه. پس گزینه الف گزینه درسته. خواهان تا چه زمان میتواند نحوه دعوای خود را تغییر دهد؟ همونطور که گفتیم تا پایان اولین جلسه دادرسی. تغییر خواسته و کاهش خواسته به ترتیب تا چه زمانی امکان پذیر است؟ خب ما میدونیم که کاهش خواسته تا پایان دادرسی در تمام مراحل امکان پذیره. پس گزینه الف و گزینه ب رد میشه. تغییر خواسته، گزینه جیم گفته در هیچ صورت. گزینه دال گفته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی. و ما میدونیم گزینه دال گزینه درسته. تغییر خواسته تا پایان اولین جلسه، کاهش خواسته در تمام مراحل. خواهان می تواند خواسته خود را در تمام مراحل افزایش بده، تا قبل از شروع اولین جلسه کم بکنه، در تمام مراحل کم بکنه، در تمام مراحل کم یا زیاد کنه. قطعا گزینه جیم گزینه درست ماست. در این درس می خواهیم به مواعد بپردازیم. در حالت کلی مواعد به دو دسته، مواعد قضایی یا قانونی تقسیم. مواعید قضایی مواعیدی هستش که اینها رو قانون تعیین نکرده و دادگاه تعیین میکنه. مثلا برای تاریخ جلسه بعدی یا برای اینکه در چه موعدی فرد اجازه داره بیاد و مدارک خودش رو تسلیم بکنه. در این موارد مواعید قضایی هستن که وجود دارن. مواعید قانونی هم کلیه مواعیدی هستن که در قانون ذکر شده که برای افرادی که مقیم خارج هستن اینها غالباً 2 ماه هست. موعدی که همونطور که گفتیم موعدی رو که قانون تعیین نکرده پس دادگاه تعیین می‌کنه. موعد دادگاه به مقداریه که برای انجام اون امر لزوم داشته باشه و کافی باشه. موعد به سال، ماه، هفته یا روز قابل تقسیم هستش. اگر سال، ماه، هفته یا روز ذکر شده، سال 12 ماه هست، ماه 30 روز، هفته 7 روز و شبانه روز 24 ساعت در نظر گرفته میشه. پس حالا درسته که ممکنه یک ماه 31 روز یا 29 روز داشته باشه، اما اگر در حالا قانون یا در متن رأی یا در متن نظر دادگاه ذکر شده ماه، منظور همون 30 روز هست، ماه 30 روزه هست. موعدی که در اون ابلاغ یا اعلام صورت میگیره که حالا بهش میگیم روز ابلاغ یا روز اعلام، جز مدت نیست و همچنین روز اقدام، روزی که فرد میاد و عمل رو انجام میده. این مورد ها، این 3 روز جز مواعید در نظر گرفته نمیشه. پس اگر مثلا ذکر شده که 15 ابلاغ میشه و 5 روز فرصت داده شده، خود روز 15 یا روز ابلاغ جز روزها در نظر گرفته نمیشه. یک نکته هم در خصوص روز آخر موعد. اگر روز آخر موعد مثلا ذکر شده 15 گفته 5 روز فرصت داری، 21 میشه روز آخر ماه. اگر روز آخر ماه روز تعطیلی ادارات باشه و یا به جهت نبودن دستگاه قضایی مربوط باشه، یا به جهت فراهم نبودن شرایط توی دستگاه قضایی نتونه فرد اقدام بکنه، در این صورت اون روز آخر موعد جز مواعد به حساب نمیاد و روز آخری که اداره ها تعطیلیشون باز میشه یا موانع قضایی که حالا در اداره وجود داشته برطرف شده، اون روز آخر موعد به حساب میاد. در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده، یعنی گفته که در این روز باید حتما حاضر باشن
در این روز اگر مانعی پیش بیاد برای رسیدگی در دادگاه، اون موعد منقضی شده و دادگاه باید یک تاریخ دیگه تعیین بکنه. مواردی که تاریخ انقضای اون ذکر شده در دادگاه، مثلا گفته شده که تا 20 فرصت هست. اینها در همون تاریخ حتما منقضی میشن. و همچنین نکته بعد این که اگر ما مثلا خواندگان متعدد داریم، دادگاه ذکر کرده که خواندگان ظرف 5 روز بیان همه و مراجعه بکنند. اگر ما خواندگان متعدد داریم و یکی از این خواندگان شامل حالش موعد طولانی تر بشه، مثلا خارج از ایران باشه و این 5 روز یا 20 روز برای اون فرد بشه 2 ماه، در این صورت این طولانی ترین موعد برای دیگران هم اجرا میشه. یعنی مثلا شما فرض بکنید که تجدید نظر خواهی 20 روز فرصت هست براش. حالا یکی از افراد خارج از کشور جز خواندگان هستش و موعد تجدید نظر خواهی برای اون 2 ماهه. خب این موعد شامل حال دیگران هم میشه و طولانی ترین موعد در نظر گرفته میشه برای تمامی خواندگان. دادگاه برای یک بار مجاز هستش که یک مهلت مجدد بده در خصوص مواعدی که خودش در نظر گرفته بوده برای امری. این مورد استثنایی حالا در مواردی هستش که در اعلام موعد سهو یا خطایی وجود داشته باشه یا متقاضی که حالا مهلت در خصوص اون فرد برای اون فرد به وجود اومده ثابت بکنه که یک مانعی وجود داشته که در توانش نبوده اون مانع رو برطرف بکنه و در توانش هم نبوده که کار رو بیاد انجام بده. در این موارد تجدید مهلت قضایی صورت میگیره. تجدید مهلت قانونی هم در خصوص اعتراض به حکم غیابی یا واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، تجدید مهلت قانونی ممنوع هستش. اصلا این 20 روزها، این 2 ماهایی که قانون در این پژوهش خواهی ها در واقع میشه گفت ذکر کرده، اینها قابل تجدید نیستش مگر در موردی که قانون بیاد و تصریح بکنه و هیچ قاضی نمیتونه بیاد تغییر بده شرایط رو در این مواردی که ذکر شد. در صورتی که این مهلت مجدد استمهال مورد پذیرش واقع بشه و مهلت جدیدی بیاد ذکر بشه، این مدت جدید نمیتونه از مهلت قانونی بیشتر باشه. مثلا شما فرض بفرمایید که 20 روز فرصت داده شده و حالا در قانون برای امر 20 روز فرصت داده شده باشه. فرد میاد ثابت میکنه که نمیتونسته در 20 روز عمل بکنه و این مهلت جدیدی میخواد صادر بشه. این مهلت جدیدی که صادر شده و متناسب با رفع عذر هستش نمیتونه از اون 20 روز قانونی، یعنی اون بازه 20 روزه ای که قانون در نظر گرفته، طولانی تر باشه. در قانون آیین دادرسی مدنی مواعد به صورت پراکنده ذکر شده. مثلا چند مورد رو گفته 2 روز موعد، چند مورد رو گفته 5 روز. بنده اومدم تمام اینها رو گردآوری کردم و خب شما فایل درس ها رو میتونید دانلود بکنید و بعد از این فایل پاورپوینت برید و این مواد قانون آیین دادرسی مدنی رو مشاهده بکنید که درش مواد ذکر شده. جاهایی که موعد فوری در نظر گرفته شده موادی هستش که مثل 49-64 که در این بخش بنده ذکر کردم. موعد 2 روزه داریم که یه سری از مواد به اون پرداخته، مثل ماده 54 یا 56 که در خصوص دادخواست هستش. موعد 3 روزه و موعد 5 روزه داریم که باز موادش ذکر شده. موعد 7 روزه و موعد 60 روزه داریم. موعد 30 روزه و موعد 90 روزه داریم که موعد 90 روزه فقط یک مورد در قانون هستش. و موعد 5 ساله، 10 روزه یا 20 روزه هم داریم. موعد 5 ساله هم یک مورد در قانون داریم ما، اما موعد 10 روزه و 20 روزه مواعد بسیار متعدد و متفاوتی هستند در قانون و انقدر زیاد بود که من ذکر نکردم. تمامی مواعد اعلام شده در قانون ذکر شده. اگر موعدی باقی مونده پس قطعا مهلت 10 روز یا 20 روز هست. مثلا تمامی تجدید نظر خواهی ها، فرجام خواهی ها، اینا همه مهلت 20 روزه دارن. برای اینکه امکان قانونی تشکیل جلسه دادرسی روز شنبه 21/8 فراهم باشد و در جهت رعایت فاصله زمانی ابلاغ اختاریه تا روز رسیدگی اختاریه خوانده، حداکثر باید تا چه تاریخی ابلاغ شده باشد؟ خب ما گفتیم که از تاریخ ابلاغ تا روز جلسه 5 روز کمتر نباید باشه.
از 5 روز قبل باید ابلاغ شده باشه و روز ابلاغ هم در نظر گرفته نمیشه و 15 آبان یا 15 هشت زمانی هستش که باید ابلاغ صورت بگیره. در صورتی که خوانده دعوا مجهول المالک باشد و ابلاغ از طریق آگهی صورت پذیرد، تاریخ روز انتشار آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از جای خالی باشد. ما گفتیم که در مواردی خوانده دعوا ما مجهول المالک است و باید انتشار آگهی صورت بگیره. در این موارد تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از 30 روز باشه و این موعد همونطور که ذکر کردیم در خصوص افراد عادی 5 روز و در خصوص افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنن 60 روز هست. فاصله بین روز ابلاغ اخطار دعوت به جلسه دادرسی و روز جلسه در صورتی که ابلاغ از طریق آگهی روزنامه به عمل آید در هر صورت نباید کمتر از 1 ماه باشد، نباید کمتر از 2 ماه باشد، نباید کمتر از 5 روز باشد. خب ما گزینه جیم رو خط میزنیم چون 5 روز برای افراد عادی نه آگهی، 2 ماه رو خط میزنیم چون 2 ماه مطلق برای مجهول المالکی نیست، برای فردی که در خارج زندگی میکنه، پس خط میزنیم بین گزینه الف و دال. گزینه دال گفته نباید کمتر از 1 ماه باشد مگر اینکه پرونده دلالت بر مقیم بودن مخاطب در خارج از کشور داشته باشد که در این صورت نباید کمتر از 2 ماه باشد. قطعا گزینه دال گزینه درست ماست. مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران، این مهلت ها همونطور که ذکر شد 20 روز هست، اما اگر فرد مقیم خارج از کشور باشه تبدیل به 2 ماه یا 60 روز. درس بعدی در خصوص ابلاغ هست. ابلاغ به 2 صورت واقعی و یا قانونی صورت میگیره. ابلاغ واقعی زمانی هستش که اوراق طبق تشریفات به خود شخص مخاطب داده میشه و ابلاغ قانونی هنگامی صورت میگیره که ابلاغ واقعی ممکن نباشه. اگر بخواد ابلاغ به شخص حقیقی صورت بگیره، در این صورت مأمور ابلاغ حداکثر ظرف 2 روز اوراق رو به شخص خوانده یا حالا اون شخص حقیقی تسلیم میکنه و در برگ دیگه هم یک رسیدی رو صادر میکنه. البته دقت داشته باشید الان قواعد عملی ابلاغ به صورت دیگه‌ای داره انجام میشه و ابلاغ کاملا الکترونیکی شده، اما این موارد از مواد قانون آیین‌نویسی مدنی هست و شما باید برای آزمون‌ها بهش تسلط داشته باشید. اگر شخص حقیقی امتناع بکنه از گرفتن برگه و از ابلاغ، این امتناع او باید توی برگه اخطاریه قید بشه و سپس برگه اعاده داده بشه. یعنی اون برگه که میخواست ابلاغ بشه اعاده داده بشه. اگر ابلاغ به شخص حقوقی بخواد انجام بشه، توی ادارات دولتی، سازمان‌ها، مؤسسات مأمور خدمات عمومی، شهرداری‌ها و در کل مؤسساتی که مربوط به دولت هست سرمایه‌شون، ابلاغ به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام این رئیس دفتر انجام میشه. اگر این رئیس دفتر یا قائم مقامش امتناع بکنن از اخذ برگه یا حالا اطلاعی که میخواد ابلاغ بشه، این امتناع در برگه اخطاریه قید میشه و اوراق که حالا تو مراجع بالا مورد پذیرش قرار نگرفته اعاده داده میشه. ابلاغ راجع به سایر اشخاص حقوقی، یعنی اشخاصی که حقوقی هستن اما این مواردی که این مثل شهرداری ها و مؤسسات متعلق به دولت و این مواردی که ذکر کردیم نیستن، در این موارد ابلاغ به مدیر یا قائم مقام اون شخص یا دارنده حق امضای اون شرکت یا مؤسسه انجام میشه و در صورت اینکه امکان وجود نداشته باشه که این اشخاص حقوقی به مدیرشون یا قائم مقام یا دارنده حق امضا ابلاغ صورت بگیره، در این صورت مسئول دفتر مؤسسه هستش که ابلاغ نسبت به اون انجام میشه. در مواردی که میخواد ابلاغ به شخص غیر محصور صورت بگیره، ما گفتیم که در برخی از دعاوی خوانده میتونه غیر محصور باشه، مثلا اهالی ده یا اهالی شهر یا روستا باشن، در این موارد باید ابلاغ به اون افرادی که به صورت معین اسمشون ذکر شده اول انجام بشه. ما گفتیم که چند مورد رو به عنوان مثال باید فرد خواهان توی بخش خوانده ذکر بکنه.